خب بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی پشت سر گذاشتید و اوقاتی بهتر در انتظارتون هست. امروز جمعه هست، 18 ماه اکتبر سال 2019 میلادی و برابر است با 20 و... اینجا نگاه کنم اشتباه نگم 26 بله 26 مهر 1398. لطف کنید این برنامه رو با دوستانتون هم شیر کنید، چون بعضی ها میگن اگه شما یادآوری نکنی ما یادمون میره. حالا بعدی هم که یادآوری میکنیم میبینیم که نخه، دوستان کاری انجام نمیدهن. در اصل ممنون متشکرم از اونایی که در طی چند روز گذشته که بنده نبودم و غائب بودم تماس گرفتن، متلک پروندن. سعید کاووسی نوشته بود که ما ایرانی ها منتظر یه بهانه هستیم که تعطیل کنیم و هوا سرد سوربی، هوا سرد تعطیل کن. ببینید بعضی از ماها اون وقتا یه چیزایی میگفتن خیلی جالب بود، میگفت که یک کاهی رو مثلا یه جایی میبینن ولی فلانچی و فلانجای خودشون نمیبینن. خیلی به حرف بدی بود ولی خب درست بود. این آقای کاووسی خب میتونه برنامه تهیه کنه، از خودش نمیپرسه خب چرا من برنامه نمیذارم، چرا سوربی باید هر هفته دوشنبه چهارشنبه جمعه بیاد بشینه اینجا و هر کسی رو میاره من نق میزنم، به قول معروف اگه سوربی دوزارم میخواد در بیاره من این دوزارشو خراب میکنم، از اون دکتر علی صدارت گرفته تا دیگران. خودش میدونه، خودش بیشتر میدونه. در صورت حالا اینجا خوبیش بده که ما خیلی دنبال پول نیستیم و به همین خاطر مجبوریم بریم جای دیگه کار کنیم، وقت اضافی داشتیم میایم اینجا. یکی از محاسن این اینترنت و اینها اینه که مثل گذشته و اینها نیست که مثلا شما ساعت 2 بعد از ظهر اگه اخبار رو گوش نکنی دیگه رفت، ساعت نمیدونم فلان اگه گلهای رنگارنگ رو گوش نکنی دیگه رفت، ساعت 9 شب اگه داستان شب رو گوش نکنی دیگه رفت. نه، یک گنجینه‌ای به نام یوتیوب و آنلاین و آرشیو و بایگانی وجود داره. فیسبوک هم الان خودش یه نوع بایگانیه. به سلامتی. راستی چرا میگن به سلامتی؟ چرا جام شراب و لیوان نوشیدنی و اینها رو به هم میزنن؟ میدونستی؟ بمانه برگردیم به اون برنامه ها. برنامه ها رو بذارید به این صورت بذاریم که ما هر وقت تونستیم برنامه بذاریم، شما هر وقت تونستید تماشا کنید. به قول آمریکایی‌ها fair is fair، یعنی اگه میخواین عادل باشین باید در حق دیگران هم عادل باشین. و اون ماجرای به اصطلاح سر موقع دوشنبه، سر موقع چهارشنبه، سر جمعه، اون برای موقعی که شماها حمایت میکنید، بعد من هم در قبال حمایت شما احساس مسئولیت میکنم و این همون وظیفه است. وظیفه اینه که شما یه چیزی پرداخت میکنید، من در قبال دستمزد وظیفه انجام میدم. این کاری که من میکنم به نظرم میاد خدمته. حالا بعضیا دوست ندارن. یه آقایی که قیافش هم بدبخت مثل معتادا بود، نشسته بود یه سیگاری و یه جام شرابی هم گذاشته بود و ریشش هم مثل این رفسنجانی از این کوسه یا بود، برای من نوشته بود که آقای سوربی همه رو تعطیل کن که ما راحت بشیم. گفتم من دلم برای تو میسوزه، چه آدم بدبختی هستی، فکر کن سوربی تریاکه، فکر کن سوربی هروینه، بده، همم میدونم، ولی تو چقدر بدبختی که نمیتونی خودداری کنی و میای سراغ این. آقا برو بشین اونای دیگر رو نگاه کن، برو اونایی که دوست داری نگاه کن. عجب عجب ملتی هستیم ما. خود منم همینجورم. خب ببینیم چه خبر شده. آقای روح الله زم رو به جای اینکه بندازن تو گونی قشنگ توی مرسدس بنز نشوندن، به جای اینکه دست چیزم چشمبند بهش بزنن برای که چشمهای این آقازاده یه وقت ناراحت نشه، قشنگ یه عینک از این اسکیا، حالا خدا میدونه از زیر اونم میدیده، زدن. خیلی خنده داره، گاگلز به اینا میگن، بعضیا برای اسکی، کوچیکترشو برای شنا و اینا استفاده میکنن. و خلاصه عینک زدن و گرفتنش و بردنش و اینها، حالا دیگه دوباره این شد موضوع اصلی تلویزیون‌های بیکاری مثل من. آقای فلانی از استرالیا آمده، تازه میگه من میخواستم براش تلویزیون بزنم اینا. بذار براتون چی بگم، چند وقت پیش قبل از اینکه این آقای روح‌الله زم حتی با بیژن فرهودی برنامه بذاره،
یه تماسی با من داشت و اینها، گفت که آقا شما مثلا میگی میخوای برنامه نظری و اینها، خب بده به ما تلویزیون. رو گفتیم خب شما بیا اگه حتی میخوای بگیر، من برنامه میذارم ساعتی مثلا هفته یه سال اینا. گفت نه همین جوری بده به ما برو. گفتم اگه ماهی سالیانشم بدم بسته باشه، به یه آخوندزاده مثل تو نمیدم. در هر صورت بحث ها زیاده. یه خانم به نام خانم شیرین نجفی، خیلی جالبه، شیرین نجفی رفته نجف، آقای چیز رفته نجف، رفته کربلا، بعد گرفتنش. این آقایی که به قول دوستمون چنان تظاهر میکرد که انگار در تمام دستگاه های اطلاعاتی مأمور داره، اونم مأمورای بالا رتبه که از همه چی بهش گزارش میدن، انقدر علاقه، انقدر بیشوره، انقدر احمقه که نمیدونه آقا ایران به خاطر شخص نادانی به نام جورج بوش الان عراق شده مملکت چی میگن، شده مال آخوندا، و توی احمق یک کاغذ پاره ایخ توی آلمان هم اتفاق میافتاد. هر کسی از این ایرانیا تا یک کاغذی میگرفت که اپروف شده تقاضای پناهجوییش و حالا پناهنده است، میگفت مثلا من آلمانی شدم، من پاسپورت آلمانی گرفتم. میگفتیم بیچاره نه تو آلمانی شدی، نه هیچ وقت میشی، نه پاسپورت گرفتی، تازه بعدم که پاسپورت بهت میدن تو آلمانی نیستی. و این یک کاغذیه، تو آمریکا بهش میگن travel document. travel document یعنی مدرک مسافرت، مدرکی که شما میتونی باهاش مسافرت کنی. اوکی. این آقا این کاغذ رو برداشته رفته سفارت عراق، اونجا ویزا گرفته. حالا عراق چه کوفتیه که مثلا از فرانسه ویزا میخواد، یا شاید همین عربستان سعودی از آمریکایی‌ها ویزا میخواد، ترکیه فکر کنم از آمریکایی‌ها ویزا میخواد. بله میری تو فرودگاه اونجا بهت میدن. بعد ایرانی‌ها ویزا نمیخوان، منی که به عنوان آمریکایی رفتم ترکیه $30 از من گرفتن، ولی اگر پاسپورت ایرانی داشتم پول نمیدادن. بمانه آقا بلند میشه میره عراق، گویا قرار بوده با آیت الله سیستانی و اینها دیدار کنه، که آیت الله سیستانی گفته اصلا ما همچه قراری نداشتیم. معلوم میشه که این احمق همش داشته فریب میخورده. یادتونی یه مدت پیش یه آقای آمد مدارکش آورد گذاشت که این درباره بیژن فرهودی داشته بد میگفته، فوش میداده، میگفته اینا یه مشت احمق عقب افتاده بیشتر نیستن، برای $100 نمیدونن شلوارشون هم در میارن چنین و چنان و اینها. بعدم بیژن فرهودی باز دوباره خام این شد، البته خام طمع، یا به قول شیرازی ها تمخون، برای مانی، برای پول بود. گفت که نه این اینجوری کرده که اونا فکر کنن این نقش بازی کرده که اونا باور کنن. خلاصه مطلب این که اگر آقای فولادوند رو کردن تو گونی، اگر آقای شایان کاویانی رو کردن تو گونی، اگر نمیدونن پسر رضایی رو تو هتل کشتن فلان اینها، الان روش جمهوری اسلامی عوض شده. و چه حرف خوبی زد آقای لادن، گفت ما باید یه برنامه‌ای بذاریم به نام دشمن شناسی. تا میگه آدم دشمن شناسی یادش میفته به آسیب شناسی. میدونید تو کار پزشکی یه جایی هست، به یه رشته‌ای هست به نام آسیب شناسی. مثلا شما اگه ورزش میکنی بدنت زرد میخوره، میفرسنت اونجا، اونا نگاه میکنن ببینن اینجوری، و وقتی آسیب رو شناختن اون وقت شما رو مداوا میکنن با ورزش‌های مختلف، با داروهای مختلف. حالا ما تو آسیب شناسی، البته وقتی ایشون گفت دشمن شناسی گفتم چه حرف خوبیه، گفت این حرف مال من نیست، از یکی دیگه به اصطلاح یاد گرفتم. گفتم شما میشه گفت جزو نادر ایرانیانی هستی که وقتی یه چیزی بلدن نمیگن نه ما از هیچ کی یاد نگرفتیم. حالا چه فرقی میکنه شما این از کی یاد گرفته باشی؟ یادم قدیما وقتی اینجا تو تلویزیون رنگارنگ بودم، این بچه‌هایی که از ایران میمدن همشون میگفتن ما استاد نداشتیم، همینجوری خودمون یاد گرفتیم. خواستم بگم از شکم مامانت که اومدی بیرون تار دستت بود، تار میزدی، گیتار میزدی، سنتور میزدی، ولی اونایشون که سرشون به تنشون میارزه با افتخار میگه من شاگرد فلانی بودم، یا مثل سوربی میگه من شاگرد این بودم، آخرش هم بی عرضه بودم، یاد نگرفتم تار بزنم، تنبک بزنم و الی آخر. در هر صورت آقای لادن گفت که ما باید دشمن شناسی کنیم. این دوستانی که آخوندها رو دست کم گرفتن، مثل اینایی هست که ترامپ رو دست کم گرفتن، دوستان
یادتون باشه اگه یه کسی شالاتانه، این یعنی از اونایی که میدونن بیشتر میدونه چجوری اونا رو فریب بده. اینو شما نمیخوان یاد بگیرین، هی میگین آخوندا نمیدونم توی حوزه علمیه قوم سوار هم میشن و هیچی یاد نمیگیرن. آقا اینا از 15 16 سالگی به خاطر هر چیزی، اولا به خاطر فقر میرن تو این حوزه ها، چون حقوق میدن، اتاق میدن، حجره میدن، حالا چند نفر سوار هم میشن ما کار نداره، ولی همش فکر پدر سوختگی هستن، فکر گفت و شنود با هم دیگه هستن، فکر تو سر هم زدن هستن. نه مثل ما که آقای دکتر علی صدارت، آقای کاووسی بهش گفت این دکترها معمولا یه سری بچه های سوسول محله بودن، هیچ وقت نه بازی فوتبال میمدن، نه کشتیگی بودن، نه ورزشکار بودن، فلان اینا، همش سرشون تو کتاب بود، یه دفعه قهر نمیکنه بره. اینا پر رو با مقاومت، مثل کی؟ مثل نوریزاده. نوریزادم یه بچه آخوند فکل کراواتیه. بماند برگردیم دوباره ماجرای روح الله زم، اگه کسی درباره این خبر داره بیاد بگه. به نظر من میاد روح الله زم که در اون نوارایی که ازش ضبط کردن خودش اذعان میکنه که با وجود داشتن زن و بچه اینور اونورم با این زن با اون زن، حتی اون آقای ازش پرسید تو کسی رو به خونت راه نمیدی، پس با اینا چه کار میکنی؟ میگه اینا رو میبرم هتل و فلان و بیسار و اینها. این ما چقدر بیچاره هستیم، من که نه، شما چقدر بیچاره بودی که دل بستی به این ویژن فرهودی، چقدر بیچاره بوده برای 100 دلار 200 دلار که میرفت حتی کراوات نمیزد، بهش گفتم نگاه کن این به تو اجازه نمیده کراوات بزنی. خلاصه ماجرا اینه که آقای روح الله زم رفته ایران. من فکر میکنم اصلا آمدن این، برگشتنش به ایران و اینها همش یک بازی زشت توسط آخوندها بوده، و این که به اصطلاح بی اعتبار کنه دیگران رو. فردا اگر دکتر مصدق هم بیاد اینجا، اگه شاپور بختیار هم بیاد اینجا، اگر اون آقای همایون کی بود اون بیاد اینجا و بگه من میخوام یه کاری انجام بدم، کاری انجام نخواهد گرفت. بذارید دوستان من یه اشکالی که برای خودم پیش اومد به شما بگم. باز درست برعکس ایرانی ها که میگن آقا ما ماشینون خراب شد اینجوری اینجوری، به دیگران نگیم بذاریم وقت اونام تلف بشه، بذارید من به شما بگم. چند روز پیش من USB کم داشتم، USB که میدونید این کانکشن ها رو بهش میگن USB یونیورسال، نمیدونم سمتی، حالا مهم نیست اسمش. بعد رفتم اینو که یه دونه USB رو تبدیل میکنه به 4 تا، آوردم زدم اینجا به USB کامپیوترمون و این ماوس و کیبورد و اینا رو وصل کردم بهش. بعد آدم یادش میره، 2-3 روز که گذشت دیدم ما هر وقت برمیگردیم این ماوسمون فریز شده، بعد میخواییم تایپ کنیم هیچ کاری انجام نمیده، به حدی که مجبور شدیم کامپیوتر رو دوباره خاموش کنیم و روشن کنیم. دوستان اگر USB تو قوی نباشه به اندازه کافی، این اشکال پیش میاد. سعی کنید اگر از USB هم استفاده میکنید بخونید روش، بدونید که این USB، یا بپرسید. من دیروز یه جایی بودم این چارجر ماشین ما خراب شد و حالا یا گرم میشد هرچ، دیدم والمارت بزرگی نزدیک اونجا بود و رفتم والمارت و خب به خانمه گفتم من دنبال یه چارجر میگردم، اینا بیکار بودن چون خیلی جدید بود. راه افتاد همراهم اومد و گفت اینو اینو اینا، بعد گفت برای چی میخوای؟ گفتم برای که تلفنم رو چارج کنم، ولی گاهی وقتی بغل دستی هم میپرسه آقا چارجر داری؟ این گفت که خب بیا اینجا، یه USB من نشون داد، چارجری که میزنی تو جاسیگاری اون وقتا میگفتن و الان دیگه ماشینا نوشته این برای سیگارم نیست، حتی اونایی که ترش کن نه یادم رفته، جای خاکستر سیگار، هم تو هواپیما هنوز رو دستش هست، هم ماشینا و اینا علامت زده که دیگه این مال سیگار نیست و اینا بمانه. خلاصه خانمه بهم گفت که بیا این برای 2 تا داره. بعد یه دفعه گفت wait a minute، یعنی صبر کن، این یکی 4 امپ یا 4 میلی امپ، هرچی بود این 2 برابر این بود، اگر 2 امپ بوده اینام یادم رفته، میگم من با وجود که رشتم برق بود و درس میدادم، این دیگه سواد 40 سال پیش، باید به این دوستان سیاسی هم گفت آقا سواد 40 سال پیش شد انقلاب.
از سواد 40 سال پیش هم درست نبوده. حالا تازه سواد 40 سال پیش ما که درست بوده، 4 تا چراغ روشن می‌کرده، 2 تا ماشین تراشکاری رو سمت چپ سمت راست، ستاره مثلث اینا رو واسه می‌کرده. من میگم الان به درد نمیخوره و اینا هنوز ادعا میکنن که آقا من 50 سال پیش زندان بودم. خب بودی که بودی، نشون میده اون موقع هم یه ساواکی نمیدونم الدنگ از تو بهتر کار کرده و تو رو گرفته و برده و فلان اینا، یا فامیلت بوده تشخیص داده هرچی، و شما اشکال داشتی، ضعف داشتی. این آقای چگوارا رو که کشتنش و خوابوندنش رو میز و فلان اینا، اینا اشکال داشتن که گرفتنشون. در صورت برگردیم به اون ماجرایی، چرا جام گیلاس رو میزنن به هم. اینو دکتر هلاکویی یه بار گفت ولی از بس تند صحبت کرد یادش رفت. این از اونجایی میاد که طرف از ترس این که خوراکی که بهش دادن، نوشابهی که بهش دادن مسموم باشه این کارو میکنه. ولی خب من گفتم اگه مسمومه دیگه چرا این کارو میکنه؟ اگرم قرار باشه این بده به اون، اون بده به این، باز طرف عوضی میریزه که با عوض شدنش سم رو به این درست بده، یه چیزی در رابطه با مسموم کردن طرف مقابله که به صورت دوستی، به صورت مهمون دعوتش بکنی منزل رستوران فلان نایی. و اما یکی دیگه از سوالا اینه، حتما شما هم یه فیلمی از شاید یه فیلمی از آنتونی کوین دیده باشید که اون زندگی اسکیموها رو نشون میداد. اسکیمو که میگیم منظور آلاسکا نیست، چون منطقه بالا و پایین و اینها، اینا همونایی هستن که این خونه های یخی و اینا برف درست میکنن، بهش ایگلو میگن فکر کنم، اصلا یه کولر یا یه یخدونی هم به همین نام هست. و توی اون فیلم من یادمه دانشجو بودم، این فیلم رو تهرونم رفتم دیدم، و وقتی که یه مهمون برای این خانواده میامد، اون زنش رو میداد به مهمون. اون موقع تو ایران میگفتن اونجا از بس سرده و این طرف از جای دیگه اومده، این اسکیمو میدونه که این سرمای اینجا رو تحمل نمیکنه، زنش رو میفرسته توی رخت خواب این که گرمش بشه. من همیشه سوال میکردم خب اگه اینجوری چرا خودش نمیخوابه اونجا، اینجوری که سیفتره. بعد اینو باز دکتر هلاکویی توضیح داد که اسکیموها به دلیل اینکه درست مثل پادشاه ها، درست مثل دوستان کلیمی، به دلیل اینکه البته اسکیموها عذرشون موجه، به دلیل اینکه یک جایی بودن که تعداد جمعیت محدود بوده، کم بوده، اینا توی خودشون ازدواج میکردن. ازدواج توی خود اون وقتا میگفتن امبری، حالا یه چیزی اینجوری هم میگن، کلمه رو تا نبینم درست متوجه نمیشه، که حتی بعضی جاها جرمه شما اگه با پسر خالت ازدواج کنی، با دختر خالت ازدواج کنی، با خواهرت ازدواج کنی، با مادرت ازدواج کنی، اینا جرمه. و این اسکیموها متوجه میشن که مثلا از هر 5 تا بچه‌ای 4 تاشون ریتاردد یا عقب افتادن یا فلج چشش اینجوریه اونجوریه، اینها به این فکر میفتن که هر وقت یه غریبه ای میاد اینجا، ما یک به اصطلاح از این زنای اسکیمو رو بهش بدیم که اون آقا حالا هم گرمش باشه، هم نرمش باشه، هم یک بچه ای پس بندازه، و این بچه ما امیدوار باشیم که از اینایی که اینجا داریم باهوشتر باشه، سالمتر باشه. و بعد از اینکه این کار رو یه مدت انجام دادن، اون وقت دیگه خوب شد، هم جمعیتشون زیاد شد، هم تونستن با هم دیگه چیز کنن. این چیزایی که جزء قسمت آیا میدانید میشه یه برنامه خوب و شکیلی درست کرد، روزی 5 دقیقه 10 دقیقه. آیا میدانید چرا مردم هند گاو رو ستایش میکنن، گاو رو میپرستن؟ هممون ما چه میدونیم. یک جایی میرسن به این که جمعیت انقدر زیاده و تولید کشاورزی و برنج و این دامی که دارن کافی نیست. حالا یک آقایی، یه نفر فکر میکنه بابا این گاو رو میکشن،
یه بار میخورن تموم میشه. بیاین ما بگیم این گاو مقدسه ولی میتونید شیرش رو استفاده کنید، خب با شیره زنده میمونن. بعد چون میگیم مقدسه از این گاو نگهداری میکنن، این گاو سالم شیرده شیر سالم میده به اینا. اینا همش فلسفه داره و همون درسای دینی هم که یه چیزایی گفتن اگه سگ یه ظرفی رو دهن زد باید 7 بار شست و فلان اینها، آقا همینجا شما برید نگاه کنید یه آقایی سگش اومده اینجاها شد دور دیدید میگیرن ماچو بوس، خودمان داریم متاسفانه تو خونه هرچی هم میگیم بابا این کار غلطه، این سگه الان داشت بلا نسبت خودش رو لیس میزد الان صورت شما رو لیس میزنه، یه دقیقه دیگه میاد با ما ماچو بوس و سلام احوال پرسی میکنی. ولی دیگه اینجوری شده و یک آقای توی آمریکا 2 تا دست و 2 تا پاش رو از دست داد به خاطر اینکه سگش آمده بود صورتش رو لیس زده بود و یه میکروبی یک ویروسی یک مرضی اینجوری هست. حالا اونی که 1400 سال پیش یه همچین چیزی رو گفته صرفا به دلیل اینکه بوی اسلام و از یه دهان اسلامی اومده بیرون ردش نکنیم، بریم ببینیم دنبالش چی میشه. یک برنامه بود تو دانشگاه پهلوی، بعد دانشگاه پهلوی گفته بود اینایی که به اصطلاح از هنرستان هم میخوان بعدن برن سال آخرشونه میتونن به عنوان دانشجوی دانشگاه پهلوی بیاد اونجا و یادم من رفتم اونجا شرکت کردم. اولا درباره سیگار نکشیدن بود و بعدم اون آقای حالا نمیدونم آمریکایی بود دیگه، ما همه هم میگفتیم خارجی، وقتی صحبت کرد راجع به همین ظرف سگ و خوراک و به اصطلاح میکروب یا ویروسی که سگ پخش میکنه و به هیچ طریقی تمیز نمیشه مگر اینکه همین با خاکستر و اینها شسته بشه. البته بعد مقاله ها درست شد نوشتن که گرمای بدن سگ چون بالاتر از ما هست اون ویروس ها و میکروبا رو میکشه. حالا دیگه شما هستید که قبول کنید چه کار کنید، سگ داشته باشید، سگتون رو بیرون نگه دارید، سگتون رو داخل نگه دارید، سگتون رو تو رختخواب نگه دارید، با سگتون خوراک بخورید، خوراک خودتون رو بهش بدین، خوراک اون رو امتحان کنید اینها. و هر کسی اینجا میگن preferences ترجیح، شما چی ترجیح میدین؟ مثلا میگه I prefer، من ترجیح میدم که امروز برنامه داشته باشم از بس سعید نق زد و دوستان دیگه. ولی از همه اونایی که به اصطلاح یار و یاور ما بودن در 5 سال گذشته و در چند سال گذشته، باز انصاف و فهم و شعور پتیک منو واقعا متعجب میکنه که خیلی قشنگ و خب آقا شما هم مثل همه ما احتیاج داری به زندگی و کار و اینها، برو به فکر کار و زندگیت باش، خیلی برنامه و اینها مهم نیست. چون من حتی چهارشنبه اگه اشتباه نکنم یک جایی بودم، لیزبرگ، جای بسیار قشنگیه، تمام پولدارا میدلبرگ و لیزبرگ و اینجا هستن، اونجا هنوز مزرعه دارن، هنوز اسب دارن، خیلی جالبه ها. ماها رو که از یک کشورهای اومدیم که تو مزرعه و توی به اصطلاح دامداری و این چیزا بزرگ شدیم، به ما کلک میزنن که شما بیاین تو نیویورک زندگی کنین، بیاین تو مرکز شهر زندگی کنین، اون وقت خداشون یا خودشون میرن خارج شهر زمینای بزرگ اسب و فلان و اینها. شما نگاه کنید از ریگان گرفته، جورج بوش گرفته، هنرپیشه‌های پولدار گرفته، بازیکنای ورزشی و فوتبالیست و اینها گرفته، همه اینها مزرعه دارن. همین شوهر کارداشیان کیه، این دیوونه وست خواننده سیاه‌پوسته، اینا رفتن یه مزرعه خیلی بزرگی رو خریدن و اینها. و من اونجا بودم و گفتم خب حالا که اینجا وایسادم و منتظر هستم، چون باید میرفتیم از اونجا به یک جایی به نام پراویدنس اکادمی، یه جای مذهبیه، اون خانمم به من گفت شما میتونی بیای با ما دعا کنی. گفتم من دیده بودید ببخشید، میگو بیا صبحونه بخور، میگو خیلی ممنون صرف شد. گفتم من صبح دعامو کردم و دیگه بهش نگفتم که دعای من این بوده که خدایا اگه خدایی هست منو از شر دلالان چی میگن محافظت کن، بذار من با خودت صحبت کنم دیگه این واسطه ها اینا نباشه. در اصل ممنونم پتیک عزیز،
ممنونم سعید، ممنونم سعید کاووسی، ممنونم دوستان دیگه، و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. این تنبل بازی های منه که یه بار میام یه بار نمیام و اینها، اونا رو شما پر کنید. و اما یک خبر خیلی خوب دارم که اونو تا موقعی که دوستان حاضر نشن و برنامه هاشون شروع نشه اون رو به شما نمیگم، فعلا اینو داشته باشید به عنوان تیزه. و اما از روح الله زم اون شالاتان که بگذاریم، میایم سراغ شالاتان در آمریکا که این مردک دیوانه. اولا آقای الایجه کامینز دیروز مرد بنده خدا، یه آقای 68 ساله، من اینو دو بار دیده بودم. این بوکسور بوده، دستاش هم اصلا دیگه آرترایتز و اینا داشت. بعد کسی بود که در کنار مارتل لوتر کینگ، با وجود که این 68 سالشه اونم الان 50 سال کشتنش یا 40 خورده سال کشتنش، در کنار اون بوده. این یکی از اونایی بوده که توی فیلم‌ها، فیلمایی که پلیس آمریکا سگای، ببینید به اینا نمیشه گفت سگ وحشی، این سگه رو بیچاره رو ترینش کردن، آموزشش دادن که اینجوری عمل کنه. اینا رو انداخت به جونشون، آب با ماشینای آب پاش پخش کرد روشون، با باتون توی سرپکالشون زدن. همه فیلمای این هست. و این تا روز آخر زندگیش هم کار میکرد، تا روز آخر زندگیش هم فعالیت برای آزادی. و یکی از مخالفین ترامپ هم همین بود. حالا همینی بود که ترامپ سر ماجرا به این گفته بود که تو خیلی فضولی نکن، برو مثلا مریلند یک چاله مدفوع، اون بالتیمور برو یه چاله مدفوع اونو درست کنه فلان اینها و الی آخر. در اصل این بنده خدا دیروز فوت شد. این یک. من توی برنامه‌ام بعض وقتا مثلا میگم خداییش، یا میگم این بنده خدا، یا میگم حالا اگه خدا خواست. بعد دوستان میگن آقا تو گفتی به خدا باور نداری. بابا جون این دیگه شده چی میگم، ورد زبون، نه این دیگه عادت شده، دنبال کلمه نمیخوایم بگردیم، اینو میگیم. حالا من چه به خدا باور داشته باشم چه باور نداشته باشم برای شما چه فرقی میکنه؟ دو حالت بیشتر نداره. یا شما به خدا باور داری که اون خدا به شما میگه آقا اینایی که باور ندارن به حال خودشون رها کن، من شما رو میبرم بهشت و خوشحال باش، هرچی بهشت خلوت‌تر باشه و اونجا هم دیگه با سربی نیستی، برو راحت. یا اینکه شما خدا رو قبول نداری. اگه خدا رو قبول نداری خب منم مثل تو هستم دیگه، دوتامون میریم جهنم. ولی چه جهنم خوبیه ها دیگه، از شر اینایی که میخوان بهمون بهش بفروشن، از شر اینایی که میخوان به زور بهمون نمیدونم کتاب بدن بهمون، راحتیم اونجا، چون اونا که نمیان بهش. بهش فقط مال اونا، بهش مال فقط کلیمیایی هست که تو خودشون هی ازدواج کردن، بهش فقط مال پادشاهانه که تو خودشون، طرف مادر خودشو ازدواج کرده، طرف دختر خودشو ازدواج کرده، خواهر خودشو ازدواج کرده که یکم یه وقت خونه تمیز اینها با خون دیگران قاطی نشه. آقای کوروش زرابی برنامه گذاشته بود، دوباره یه مش مزخرفات دروغ رو همینجوری بدون اینکه تحقیق کنه میگفت که نمیدونم شاه اینجوری تحصیلات متوسطه رو در ایران، تحصیلات ابتدایی رو در ایران، تحصیلات متوسطه رو در سوئیس. بعد برش نوشتم آقا این شاه شما دیپلم نگرفته و این شاه شما همجنسگرا بود وقتی برگشت ایران. حالا همجنسگرا هم میدونی اینا چند نوع مختلف دارن، اینجا بعضی هاش هست با زن هست با مرد هم هست. همین آقای شپرد سمیت که هفته پیش فاکس رو ول کرد، دوستانی که طرف داره ترامپ هستید دیگه از فاکس که تندروتر نیستید، فاکس یکی یکی ول کرد. خود کابینه ترامپ رو نگاه کنید، حتی آخریش این پری امروز یا دیروز استعفا داد. دیگه شما تا کی میخواین وایسی؟ بمانه همون شپر زن داشته، بعدن میفهمه که نه خیر آقا مثلا بیشتر خوشش میاد از مردا، با مردا بوده و اینها و گی بوده حالا یا همجنسگرا بوده هرچی. میگه که سوربی You are doing quid pro quo with your audiences. این quid pro quo یک جمله لاتینه، معنیش به زبان ساده همون زورگیری میگن تو ایران میشه، یا اینکه کسی رو تهدید میکنی، شما اگه امروز مثلا 100 دلار نیاری به من بدی من فردا این خیابونو میبندم. اینو میگن
و این به من میگه شما این کارو میکنی. آقای مانی خراسانی خورسندی وقتی که سعید کاووسی گفته بود که سوربی هوا سرد برنامه اجرا نمیکنی، منم نوشتم والا راست میگی. ببین مثلا میگم والا راست میگی، حالا منظور من این نیست که یه اللهی نشسته اونجا، منم میگم والله به اون الله. آقای خورسندی گفت که نگران نباش، من میام گرمش میکنم، فقط برای که شما بگم این دوستان، از این آقای مانی خورسندی بپرسید چند بار سوربی از شما دعوت کرده بیا برنامه داشته باش، چند بار از شما دعوت کرده برنامه‌ای رو که جای دیگه اجرا کردی بفرست ما اینجا پخش کنیم. نمیکنن، حالشو ندارن، تنبلن. آقا این مفتخوری نه اینه که فقط یه جایی یه سفره باشه بری بخوری، همین که حاضر نباشی شما خیابون تو برگاش جارو کنی شما داری مفتخوری میکنی. حالا ببینیم به رگ غیرت این دوستان از مانی خورسندی گرفته تا سعید کاووسی برمیخوره یا نه. و اما میگه آزمایش اعتیاد شوهر چه ربطی با برنامه من داره، من نمیدونم. دوستان سعی کنید اینو اشتری، بله اشتری همون جا زیر سیگاری میام میگفتیم تو ایران، اینجا اشتری میگن. حالا خود کلمه تری بعضی وقتا به عنوان پلیت بزرگ، بشقاب بزرگ یا سینی هم استفاده میکنن. حالا چرا برای اشتری، چرا برای زیر سیگاری اینا میگن اشتری، ما به ما نیست، مربوط نیست که این زبان ما نیست که زبان ایناست. یا یاد میگیری یا یاد نمیگیری. دن وقتی میخوای توضیح بدی میگی you know there is something when you smoke you put the ashes in that فلان اینجوری، همون به قول آقای فیلابی گفت that fudging thing. بپرسید هر وقت فیلابی رو دیدی دست بپرسید. فیلابی آدم باحالی بود، خودشو خراب این مجاهده کرد. و اما مجاهده حالشون چطوره؟ جولیانی رو هم دارن میگیرن و یکی امروز نوشته بود یکی از جرماش همین پولایی که از مجاهدین گرفته، گویا اونا رو هم ریپورت نکرده زیرابی رفته. آقای سوربی فلسفه محمد رضا پهلوی چی بود که گفت دست بریده ابوالفضل عرب نجاتش داده؟ حماقت خانم، حماقت بود و دیوانگی بود. بله میگن ترامپ هم مزرعه ماکارونی داره، این آقای فرهاد زمانیان احتمالاً همینه که برای موهاش هم استفاده میکنه. هنوز فیسبوک برای سوربی باز نیست. یعنی چی؟ من متوجه نه دارم میخونم. اون موقع گفتم بابا بس چنده اینو ما حرف بزنیم. آقا یادم وقتی تلفن ها باز بود خدا شاهده هنوز داشت اسم مینوش رنگارنگ داشت تبلیغ ها رو نشون میداد، چلو کبابی شمشیری، نمیدونم برنج باسمتی. این کامران عطابتی هم یه آگهی پر کرده بود میگو وای 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 بیان نمیدونم افغان مارکت فلان اینا، طرف زنگ میزد. بعد اونایی که اونجا بودن آقای علی مسلک داور اینا گوشی رو همی داشتن میگو ما میخوام با سوربی صحبت کنیم، یا مثلا با هر کی که اونجا بود، طرف میگو آقا هنوز برنامه شروع نشده. بابا جون بذارید برنامه شروع بشه ببینید درباره چی صحبت میکنه. امروز درباره روح الله زم، درباره این نماینده که اینجا مورد مال بالتیمور و مریلند بوده، درباره شالاتانیزم ترامپ، درباره کردها، درباره رهبران کرد که چرا اینها هر روز به دام نمیافتن، هر روز به یک کسی آویزون میشن و ملت کرد رو پشت سر خودشون میکشن. دلم میخواد این آقای جمال عبداللهی یا عبدالله زاده رو من ببینم. هر چی تو فیسبوک میگردم مثل که از بس خجالت میکشه به اصطلاح فیسبوک و اینا رو تعطیل کرده. این آقا کسیه که من برای اولین بار به ترکا، به کردا در تلویزیون برنامه دادم و اینا جزء اونها بودن و اینقدر اینا بی‌معرفتن. چند مدت پیش میگه آقا آخوندا که رفتنی هن، اونا رو ولشون کن، ترامپ و عشق هست. گفتم بفرما خاک تو سرت، اینم ترامپ که حالا مجبور شدین شمایی که در سوریه بر علیه اینسرجن یعنی یاغی، شما که یاغی شده بودید بر علیه، البته همه حکومت های دیکتاتوری و افراد آزادی خواه میگن اینا یاغی هن. به جایی که بگن فریدم فایتر میگن اینسرجن. امروز مجبور شدین عکس این پسر لوس بشار اسد، این چی اسمش بشار اسد، اون باباش چی اسد بود میمانه، این رو بلند کنید و درخواست کمک کنید و اونم جالبه آمده کمکتون کرده، حالا تا فردا دوباره جون بگیرید به اینم حمله کنید. و ترامپ با نادانیش یا به فرمان پوتین سوریه رو دو دستی داد به پوتین،
روسیه به بشار اسد و به ایران. حالا شما هی بشینید بگید این قول داده بود میاره بیرون، اون چیزی رو که میخواست بیاره بیرون باید 12 سال پیش میبار بیرون که این بچه عقب افتاده دنیا نیاد. اوکی، لیسیدن ها، لیسیدن دهان خطرناک است. آهان، دوستمون این رو نوشته، من شما رو به همین نام مستانه شرق صدا کنم. در صورت این دوست ما که طرفدار حیوانات هستن و اینها، و خیلی ممنون، یکی دو تا چی هم ترجمه کردم برای شما نشون میدم. ایشون نوشتن که لیسیدن دهان انسان خطرناک است. احتمالا تا به حال شنیده اید بزاق موجود در دهان انسان از نظر عدم وجود باکتری های زیانبار در مقام 20 جدول حیوانات و بزاق سگ ها به دلیل داشتن آنتی باکتریل های موجود در آن در مقام 5، یعنی 15 پله بالاتر از انسان قرار دارد. طبق آخرین تحقیقات دانشمندان ژاپنی در بزاق انسان باکتری های موجود هست که عامل بروز بیماری های مختلف گوارشی یا گوارشی. همین دلیل برعکس تصور مرسوم، لیسیدن دهان انسان برای سگها خطرناک است. پس نتیجه میگیریم که انسان خیلی خب. حالا بیاین، یه دوستی ما داشتیم این بعض وقتا که اشتباه میکرد و ما درست میگفتیم، اسم جعفر معبودی بود، هر جا هست امیدوارم سلامت باشه. این همکلاسی من بود تو هنرستان، اصلا دلیل آمدنش آمریکا دوتا برادرای من بود که اینجا هست. خیلی جالبه، به من گفت تو نمیخوای بری آمریکا؟ گفتم نه. گفت تو دوتا برادرت اونجا نمیخوای بری آمریکا؟ گفتم اتفاقا چون دوتا اونجا هستن الان دیگه من اینجا برم بهتر. خلاصه اون اومد آمریکا و بعدم ما وقتی از ایران اومدیم، نه وقتی من ایران بودم، یه بار این اومد ایران و دید که ما اونجوری کار میکنیم، دبیر هنرستان هستیم، به اصطلاح اون تعمیرگاه رو داریم، بعد از لحاظ کامیون اتوبوس اینا وارد هستیم. گفت آقا شما اگه بیای آمریکا اینجوری کار کنی میلیونر میشی. ما بعدن که مجبور شدیم بیایم آمریکا، روز سوم با این دوستمون شریک شدیم و بماند. هر وقت اشتباه میکرد که معمولا هم اشتباه زیاد میکرد و اینا، میخندید و به شوخی میگفت حالا ما به خاطر مثلا یه ماشین 1000 دلاری دوستیمونو با شما به هم نمیزنیم. حالا خانم مستان شرق اجازه بده ما هم به خاطر دهان سگ یا دهان انسانها دوستیمون رو به شما به هم نزنیم، ولی خیلی خوبه که شما گفتید اونا در مقام 5 از لحاظ کثیفی و بدی هستن، اینها در مقام 20، و خب یه کاری کنیم که دوتامون سلامت و سالم باشیم. ما یه جوکی بود، میگفتن که طرف خیلی نگران بود، میخواست بره جراحی، دکتره قبل از اینکه بیهوشش کنن آمد گفت که چرا انقدر نگرانی؟ گفت آخه من بار اوله که جراحی میکنم. گفت اصلا نگران نباش، منم بار اولمه. و یا با اون یکی رو بگم، یکی دیگهش بود، میگه که از دکتره میپرسه که این جریان این چیز چقدر خطرناکه، میگه آمار نشون داده که 1%. بعد میگه 1% خیلی زیاده. میگه نگران نباش، 99 تایی که قبل از تو جراحی کردم همشون مردن، به احتمال زیاد تو اون 1% هستی. حالا بیاین من و شما بگیم 1 در میلیون، 1 در میلیون خطر این هست که اگر سگ شما یا شما به هم به همدیگر حال صورت خوراک هرچی تماس داشته باشید، یه بیماری بگیرید مثل این آقایی که دست و پاشو قطع کردن، بفرست برای من آقا سعید گرامی، چون این خیلی وارده تو کامپیوتر، بفرست که آقایی که لیم بهش میگن، این شاخه درخت هم میگن لیم، آقایی که لیمشو از دست داده و هنوز هم میگه سگر رو دوست دارم، مثل این میمونه که من اینو مثلا بدم به شما بگم این 7 تیره، ولی نگران نباش 1 در 1 میلیون شما شانس داری که اگه اینو بکشی شقیقت رو منفجر کنه. آیا میکشید؟ من فکر نمی کنم، من نمیکشم. در هر صورت Does anyone thinks about bacteria or antibacterial when he is he she is horny like a dog؟ این داگا حتی موقعی که اون داگایی که زن هستن
اون موقع ماهانشون که به این مال مردم رو میگن، مال آدم ها رو میگن پریود، مال اینها رو میگن هیت، مثل که موقعی که بهشون میگن هیت، میگن اینا اصلا مثلا از فنس میپره، از زیر چی میپره تا بره یه کسی رو پیدا کنه و به اصطلاح اون موقع با هم جفتگیری کنن. و احتمالا میبینی وقتی هم برمیگرده با 5-6 تا بچه سگ، چند ماه سگ هم مثل انسان 9 ماه به اصطلاح حاملگیش هست یا 3 ماه، اینا فرق میکنه. در هر صورت اینم از این باشه. یه جایی یه جوکی نوشته بود که اگر این سگا رو نگاه کنین ببینید یا 6 تا یا 8 تا پستان دارن. خب آدم بعد مثلا 6 تا بچه میزاد، بعض وقتا بیشتر از تعداد پستوناش بچه میذار که اینا مجبورن با هم دعوا کنن. میگه اگه اینجور باشه آدمم چون دوتا پستون داره پس باید همیشه دو قلو بذار داخل اینا نشیم. جمعه است، رابطه رو با خانواده خیلی به هم نزنید، درست باشید. آقای زمانیان خیلی خوشحالم که باز آمدی. میگه من خیالم بابت ایران آسوده شد چون شورای گذار داریم، رهبر ما بچه سقا حسن شریعت مداری. آقا اینا بابا جون اسم خودشون درست گذاشتن، گذار یعنی این نیز بگذرد، اصلا نگرانش نباش. پس حالا ببینید، آمد نیوز به اوگوزید، به اوگوزید شیرازی ها میگن، بعد شورای گذار پاش تو هواست، اون نمیدونم سکولاریزم و فلان، اون جنبش های دیگه که یکی پس از دیگری و هیچ کس نیست. میدونید چرا حقا جنبشش اینقدر بالا گرفت؟ برای که حالا یا احمق بود یا واقعا شالاتان بود، گفت من میخوام برم ایران و مردم گفتن آها این شد حرف حساب، پول برش فرستادن کمکش کردن، افتادن دور برش رضا فاضلاب و چند تا احمق دیگه و اینها. یه سرهنگ یه تیمساری اینجا بود، نمیدونم هاشم نیا بود، فامیلیش هاشم زاده بود چی بود، که حتی اسم اینه تو وصیت نوشته بود و بچه‌هاش هم با هم دیگه اشکال پیدا کرده بود. و بعد اونا گفتن آقا کجا میری، خطر داره. یعنی ببینید اونا چقدر احمقن. یعنی به حقا میگفتن تو متوجه نیستی رفتن ایران خطرناکه. خب مثلا خمینی نمیدونست رفتن ایران خطرناکه، ممکنه یک حتی هواپیمای جنگی سر خود بلند شه بره بزنتش، ممکن بود شاپور بختیار دستور بده، ممکن بود هر اتفاقی بیفته. حالا چرا نیفتاد، کیا به کیا قول دادن، کاری نداریم ما، ولی بلند شد رفت، عباشو پیچید دور کمرشو بلند شد رفت. شماها نمیخواین برین. آقا شهید نادر فکر کن آلمان باشه، دو بار، یه بار من اینجا دیدم، یه دو بار باش مسابقه کردم، یه دو بارم اینجا دیدمش، آلمان باشه، این بلند میشه بره ایران. خب ببینم این فرستاد، بله a woman needed her hands and legs amputated after، بله این زن بوده، اون یکی مرد بود. آره بله، پس ببینید یکی هم نیستا. بذار من ببینم اگه این باز بشه که شد. بله ببینید لایو ساینس، ساینس که همون علوم خودمونه، لایو هم دیگه الان زنده، این مقاله رو از اونجا فرستاده برامون، لایو ساینس. من به شما نشون بدم کامرای دو. دوستان یه چیزی از تو میپرسم، خدا وکیلی تلویزیونی دیدید که از اینجا نشسته باشه به دوستش تو کالیفرنیا بگه این مقاله رو بفرست، اون برش بفرسته، بعد خود این یه نفره علی و حوزه سوربی نشسته اینجا بتونه اینو بگیره به شما نشون بده؟ همون موقع مقایسه کنید ببینید چند بار تا حالا از شهرام و همایون، آقای فروزنده، آقای کاردان، اون خانم فلانی، اتاق کنترل لطفاً فیلم شماره 2 رو نشون بده، بعد نشون میدی میگی نه آقا این که عروسی ننم بود، اونو نشون بده که میخوایم پول جمع کنی. در اصل ممنون و متشکرم، این بدون وجود شما ها امکان نداشته و از این که با ما هستید ممنون و متشکرم. میگه a woman یک زن، یک خانمی به اصطلاح مجبور شد که دست ها و پاهایش رو قطع کنن، امپیوتد همون قطع کردن و اینها هست، به خاطر دوباره اینجا همون عکس سنگ رو گذاشته. تاریخش دوستان خیلی مهمه، August 6 دو ماه پیش، August 6 2019 یعنی ششم ماه آگست 2019. در اصلا ممنون و متشکرم هم از شما که اینو فرستادی، هم از خانم مستانه شرق و
هم از دوستان دیگر. ببینیم که برای شما دیگه چی گذاشتیم و چی باید صحبت کنیم. دوستان، ماجرای بایدن حقیقتش به نظر من هم پیره، هم اون ماجرایی که این یه بار زنش و بچه هاش تصادف کردن، فکر کنم تو اون تصادف ماشین زنش و دخترش از بین رفتن اگه اشتباه نکنم. بعد این دوتا پسری که میمونن، پسره چند سال پیش باز سرطان گرفت و رفت، این یکی هم که احمق، حالا با اسم باباش به معروفیت باباش رفته اینا. ولی یه چیز جالبه، حتما برید دیلی شو تراور نو، این آقای جوونی که از ساوت آفریقا هست، نگاه کنید و ببینید. گفت که هر کی میگه نون و پنیر، بچه یه ترامپ، تو دیگه برو سرتو بذار زمین بمیر. و اگر کسی میگه بچه یه بایدن، پسر بایدن این کار کرده اون کار کرده، شما آشغالا ببینید. با وجودی که باباتون رئیس جمهور بود، اولا شما تو زندگیتون چی کار کردید به جز این که از اسم ترامپ سو استفاده کنید؟ میدونید که حتی 10 سال این پسره با باباش صحبت نمیکرد و دید چون به جایی نمیرسه برگشت. یعنی کسی که قبول داره پدرش به مادرش خیانت کرده، پدرش به تمام خانواده بدرفتاری کرده، تصمیم میگیره با پدرش صحبت نکنه، فقط و فقط سر یک مسئله، اونم اسم معروفیت، برمیگرده. و حالا قیافه‌شون هم نگاه کنید، اصلا اینا مثل آدمای عقب افتاده هستن. من نمیدونم این ترامپ که رفته زن از اونور دنیا گرفته، باز چرا بچه‌هاش اینجوری هستن. از دخترش گرفته که تعداد زیادی چی میگن، این حق به ثبت میرسونن. اینجا اصلا یه دستگاه خیلی بزرگی هست، وکیلای خیلی گرونی هست. شما وقتی یه چیزی رو میخوای به ثبت برسونی، میری اقدام میکنی، کلی طول میکشه، کلی پول میدی، حالا از تریدمارک گرفتن باشه، از لایسنسینگ باشه، از اون یکی دیگه، اصلا دوست ما فرهاد تو این کار میکرده ولی الان یادم رفته. بمانه اینا رو چین چپ و راست، همین چینی که بابای شالاتان اینا یقشون رو گرفته بودن، میگو من اینجوری میکنم اونجوری میکنم، چپ و راست بدون هیچ خرج و چیزی دادن به این دختره. دخترم که دیدید اون لاینه، میخواست بره ملکه شایسته و فلان اینا بشه، دیدن اصلا بلد نیست، نشد. میخواست بره تو خط لباس و اینها، موفق نشد. میسیس و اینای دیگه یکی یکی خط تولیداتش بستن، کردنش بیرون. حالا فقط یه سری پول میگیرن از چاینیزا. شما میدونستید اینو؟ این خانواده کثیف از چاینیزا پول میگیره که میار بهشون میگه شما چون پول دادید میتونید این بیزینس رو داشته باشید، اینجوری اونجوری، و از این بابت خودشون میخورن و میرن. و ایرانی بدبخت و بیچارهی که از ظلم و جور آخونده، باباش میاد پول جمع میکنه که این بچه بلندش بره آمریکا، بره انگلستان، بره فلان درس بخونه آمریکا، به جوانی که هم نمیخوام بگیم نابغه بوده، موفق بوده، تونسته امتحاناتو پس کنه، هم پذیرش گرفته، هم بلیط هواپیما گرفته، هم ویزا گرفته، ویزاشو لغو میکنه. خاک بر سر افرادی مثل علی ترابی، خاک بر سر دیگرانی که ندونسته دنبال ترامپ هستن. بعضی از شماها گول اینو خوردید. شما باید برید تحقیق کنید ببینید که این چه موجودیه. چرا یه نفر که از روزی که آمده گفته شفاف سازی، ولی حاضر نیست ورقای مالیاتی خودش نشون بده؟ چرا از روزی که آمده فقط برای طبقه بالا و پولدار این کارا رو راحت تر کرده و مالیات کمتر؟ و آقا من امروز رفتم دی ام وی، یه چیزی رو که تا چند مدت پیش 10 دلار بوده، 2 هفته پیش روی اینترنت گرفتم 14 دلار، نیومده. رفتم اونجا میگم آقا این نیومده، میگه میاد. میگم آقا میاد یعنی چی؟ یا باید بنویسین 3 روزه میاد یا 5 روزه میاد؟ میگه my understanding is 7 to 10 days. منیجر اونجا بود، گفتم سر your understanding doesn't affect my money. چرا من باید دوباره پول بدم؟ guess what، این دفعه 15 دلار گرفت. میگم آره چرا 15 دلار؟ میگه شما رو اینترنت که هستین 1 دلار تخفیف میدیم چون خودت کارا رو انجام میدی. این آمریکای ترامپ اینجوری داره میشه، همه چیزا برای من و شما هی داره میره بالا گرون. سرویس افتضاح. اون وقت میگه من میخوام آمریکا رو بکنم گریت. حالا که دیگه خفه شده میگه وی کیپ امریکا گریت، یعنی آمریکا رو گریت کردم. چه غلطی کرده؟
تمام برنامه‌هایی رو که اگر توش موفقیتی بوده برگردید از زمان اوباما شروع شد. برید هر چیزی رو خواستید بیان مهمون برنامه من باشید، بگید تا درباره اون موضوع ایجاد شغل نمیدونم اینا صحبت کنیم و ببینید شروعش در زمان اوباما بوده. البته خاک بر سر اوبامای چاپلوس که اونم چون خودش رو مدیون سفیدپوستان میدونست، پدر بزرگ سفیدپوست اینو نگه داشته بود چون پدرش ول کرده بود رفته بود پدر سیاه‌پوست، چون خودش رو مدیون میدونست و حالا اینجا میخواست به اونا نشون بده که آقا فکر اینایی نباشین که فکر میکنن من سیاه هستم، من که سیاه نیستم، انقدر گند زد 3 میلیون رو اون اخراج کرد، اینا هم هست و اوباما بود که نتیجهش این شد. درست این ماجرای الان اینا که میگن اوباما خوب بود، نه آقا اگه اوباما خوب بود که به اینجا نمیرسیدیم، اینا که میگن شاه خوب بود، نه خانم، نه آقا اگه شاه خوب بود که به آخوند نمیرسیدیم که. در هر صورت دوستان اینم برنامه ما بعد از چند روز. Looks like you cannot see the Facebook comment. چرا دارم میبینمش، بذار بازش کنم. اوکی ببینم چی نوشتی. بله. Does anyone thinks about bacteria؟ اینا نمیدونم چرا دیگه هرچی فرستادی. اینکه مال خانمی که دست و پاش قطع کردن گفتی. آها توی تهران به جای زورگیری میگوین باجگیری. ببینید آیه زمانی ها، کلمه باج گرفتن فرق میکنه با زورگیری. زورگیری اونی که طرف میره یه چاقو میذاره، طرف داره میره تو خونش، ویدیوش هست، میره با موتورسیکلت اومدن چاقو میذارن اینجاش، کیف دستشو میگیرن میره، این زورگیریه. باج گرفتن معمولا توی کارهای فحشا و اینها بود، یا توی کارهایی که مثلا یه لاتی را میفتاد باج میگرفت از کاسبای محل و اینا. در هر صورت مهم اینه که معنیش یکیه، به یه جای میرسه که یه نفر بدونی که کار کنه میره از کسی که کار کرده پولی رو که اون با زحمت درآورده، این پول رو با زور و اینها میگیره ازش. هنوز سوال باقیه، شما میدونید چرا وقتی میخوان مشروب بخورن یا نوشیدنی میزنن شیشه ها رو، گلاس ها رو یا لیوان ها رو به هم، مثل الان به سلامتی میگن. البته اینجا نمیگن سلامتی، اینجا میگن چیرز، چیر یعنی شادی و اینها. و بله فراورده های لبنی ترامپ دوشیدن شیر عربستان. خیلی جالبه این همه اسلحه و اینا رو فروختن به عربستان، بعد میگه اینا نمیتونن از استفاده کنن، ما حالا باید سربازا رو یا نیروهای به اصطلاح ارتشی رو از سوریه نمیارن آمریکا. میگه من به مردم آمریکا قول دادم سربازا رو میارم خونه. دروغ میگه، داره جاشون رو جابجا میکنه. و این به اصطلاح تعادل نیروها رو وقتی شما به هم بزنی اینجوری میشه دیگه. بابا مایک والاس نه، پسرش کریس والاس که میگم پسرش الان 70 سالشه، صبح یه شنبه نگاه کنید، اینا هنوز تک و توک آدمایی هستن که وجدانشون شرفشون یه مقداری به جا هست. آقایون خانمایی که سی ان ان رو نگاه نمی‌کنید، فاکس نیوز رو نگاه کنید. فاکس نیوز شما صبح یه شنبه بشین برنامه کریس والاس رو نگاه کن، وزیر دفاع رو آورده میگه اولا شما هی میگین 50 تا سرباز، اینا سرباز نبودن، اولا جون سرباز با جون جنرال یکی ارزشش، تازه جنرال چون پیرتره ممکنه بگیم این دیگه عمرشو کرده ارزش کمتره، ولی شما هی میگین اینا سرباز بودن که بگین خب همچین کاری هم انجام نشده. اینا سرباز نبودن، اینا اسپیشل فورس بودن، یعنی نیروهای مخصوصی که یا اونجا هستن برای آموزش یا از لحاظ آموزش ارتشی اینها در رده بالا قرار دارن. اینا رو شما داری جابجا میکنی. بعد میگفت که نه حالا در هر صورت سوریه گفته، ترکیه گفته بود ما میخوایم به کردا حمله کنیم. حالا ببینید کردا اینا اومدن به شما بگن مواظب باشین اینا میخوان حمله کنن، ولی نیروهای خودشون رو بردن. درست مثل ماجرایی که توی استاک مارکت به کار میفته. مثلا من اگر مردم تیوی یا اوبر، مثلا اوبر شنیدم دوستان واسه خیلی خرابه، اوبر استاکش میاد پایین، من فوری استاکامو بفروشم، بعد که پولامو آوردم بیرون بعد به دوستان بگم راستی اوبرم میخواد بیاد پایین. اما اینساید اینفورمیشنی که اون خانم مارتا استوارت بود، کی بود کردنی زندان،
یه دوتا از این مجلسی ها رفتن زندان به خاطر این، تا خبردار میشن که فلان. ولی همیشه بوده این inside information، همیشه بوده. حالا من فقط میدونم، شما به کسی نگی یا اون به کسی میگه، اون به کسی میگه، اینا میفروشن. مردم بدبخت یک عمر کار کردن که مثل سعید بلند شن برن مکزیک از اونجا عکس بفرسته برای سوربی، حالا باید بره درم جاینت گاری هول بده، گاری ها رو ردیف کن. چرا؟ چون همین آدما پولای اونا رو خوردن. سال 2008 برید ببینید چه فاجعه‌ای اتفاق افتاد اینجا. سال 2008 استاگ مارکت و تمام 401k کارمندا و اینها همه از بین رفت. در هر صورت اینم از این. This message was for earlier time. آها اینم یه چیزیه. بیا از این به بعد تایم رو روش بنویس، به جایی که اونا استمپ بذارن شما بنویس. و این ما یه مشکلی پیدا کردیم با دوستانمون در موقعی که مثلا از یه کانونشن بزرگ می‌خواستیم فیلم برداری کنیم، اینها ما مثلا میگفتیم تو بیا این قسمت، بیا قسمت شرق استیشن اینجا، بعد نمیمد، بعد ما میگفتیم مینوشتیم don't worry نیا فلانی رو گذاشتیم، این تمام مسیجا رو بعدن میگرفت. ما شروع کردیم خودمون تایم استمپ. میدونید که شما وقتی تکست، حالا اون موقع تکست نبود یا چیز با ایمیل و اینا بود، تکست شما مینویسی رو تکست تایم نیست. البته اگه اینجوریش کنی بکشیش اینور، اون وقت تایم پیدا میشه. و من یه چیزی که برای تکست بدم میاد اینه که نمیذاره وقتی داری تکست رو میخونی مثل ایمیل بهت آپشن نمیده، بهت گزینه نمیده که پاکش کنی، نگهش داری، باید برگردی دوباره تو لیست همه اونا، حالا یا اینجوری دیلیتش کنی یا اونجوری. خب اینا هم آپشنایی که اینها درست کردن. آقای جیمی مهر، شما از کجا جیم شدی قربان که اسمت جیمه؟ جیمی مهر گفته آقای سوربی، همین با فارسی نوشته آقای سوربی. ننویسی دیگه اینجوری عزیز من، وقتی هنوز کامل نیست اون کلیک سند رو نزن. یه فیلمی بود به نام سند اگه اشتباه نکنم، نه موقعی بود که امریکا آنلاین AOL اون ایمیل خیلی بازارش داغ بود، یه فیلم داستانش الان یادم نیست، امروزم باید برم سر کار تا ساعت 12 شب، به همین خاطر برنامه رو گذاشتم 12 ظهر به وقت ما تا 2 بعد از ظهر، منتظر خانم بهیه جیلانی بودم، ایشون نوشته که به اصطلاح در کار پناهندگی دارن کمک میکنن به دو نفر، نمیتونن تا هفته آینده، سعی میکنم یه برنامه دیگه با ایشون داشته باشم. آقای امیرحسین لادن مشغول یه پروژه هستن، به احتمال 99% جمعه هفته آینده با ایشون هستیم. و به این خاطر من ازتون اجازه میخوام که همون رو دقیقه 75 دقیقه 90 ماکسیموم برنامه رو ببندم و برم، و امیدوار باشم بازم با دوشنبه با شما باشم. اگه نه سعی میکنم همون ویدیوهای کوتاهی بذارم و یه جورایی آیا میدانیدم داخلش بیارم. و اما میگه آقای سوربی، روح الله زم کاش یک روز مقاومت میکرد. مقاومت در برابر کی؟ در برابر چی؟ آقا اینا از خودشونن. شما اونو شنیدید که میگه طرف ممکنه گوشت همدیگر رو بخورن ولی استخون همدیگر رو دور نمیندازن؟ اینا گوشت همدیگر هم نمیخورن، اینا چون خودی هستن گوشت مردم بیچاره رو میخورن. اون آقای نمیدونم فامیلش هم کفپر بود که چی بود، این یه بارم قبلا از استرالیا با شهرام و مایون میخواستن تلویزیون بزنن اینها، و یه آدمی عینکش هم اینجوری میذاره، نمیدونم این خودشو نمیبینه، عکس خودش و فیلم خودشو نمیبینه، که آقا خب این عینکت اگه چیزه برو $30 $40 بده تعمیرش کنن. شما دیدی عینکا رو میذارید رو میز، این شیشهشو که میذارید با این دستهاش باید چیز باشه، اگه یکیش اینجوری وایساد دستش کجه میبری میدی، اگه فلزی باشه خیلی ساده چیزش میکنن، اگه از اون کتیرا، راستی کتیرا یعنی چی؟ یه نوع پلاستیکی رو تو ایران میگفتن کتیرا، آن که تا روز پیش خرمیران پشت پیکان نشست و عیان شد، عینک چوبیش کتیرا شد. این شعره رو من چند سالم بوده؟ 16 سال پیش؟ نه 16 سالم بوده، 16 را از 63 کم کن فکر کنم 47 سال پیش، حالا بگو 46 سال. بله این از این. آقای نیکفر باریکلا، ببینید دوستان، ببینید بازم به این میگن برنامه گذار خوب، بازم به اون میگن برنامه بین خوب.
تا من اینو میگم و میگم طرف از استرالیا و این تا حالا برای 10 نفر میخواست تلویزیون باز کنه و همش میگه من شاهد عینی هستم و شاهد رسمی هستم و یکی نیست به این بگه آقا اصلا تو این پول از کجا آوردی که میگی من 1 میلیون گذاشتم دست نخورده میخوام تلویزیون باز کنم، و یکی نیست به این احمق بگه آقا دیگه تلویزیون های این روزا چه فایده داره. والا دوباره گفتم بلا، بازم میگم به خدا چی باید بگیم؟ به جای والا چی بگیم؟ حقیقتا اگر من امروز بیام یه برنامه آهنگ‌های درخواستی بذارم، این جامعه ما رو بیشتر کمک میکنه. شبا یه خانمی هست 13 تا بچه داره، اسمش، لینکشو بفرستید، اسمش هست مثل دلیله و سامسون، یادتون هست دلایلا، خودش هم لنگه. من همیشه فکر میکردم این سیاه‌پوسته تا یه وقت دیدمش اینجا سفید پوسته. بعد این 5 ساعت از 7 شب به وقت ما تا 12 شب توی صدها رادیو استیشن برنامه داره و کارش اینه، هر کی زنگ میزنه به درد دلش گوش میده، نصیحتشون میکنه، بعدشون میگه من روانشناس نیستم، این نیستم. همین دیشب داشتم گوش میدادم به یکی میگفت که خب تو این کارایی که کردی زنت حق داره بچه ها رو برداشته برده خونه پدرش. خب حالا یه چیزی به مرده میگفتم، میگو این غرور مردانگی تو، اینجا میگن غرور مردانگی تو ببله، swallow your pride، ببلش، بده پایین. ما نداریم همچین چیزی رو تو ایرانی. اوکی، اونو بذار کنار، صمیمانه به زنت بگو که چیه. مرده گفت من اشتباه کردم، غلط کردم، فلان کردم، اینها. یکم هولد کرد، گفت که الان بذار من با خانومت بگم. این واقعا داره از صمیم دل میگه، یعنی بعد این همه سال دیگه میفهمه کسی که صحبت میکنه واقعا داره دروغ میگه یا راست میگه یا چی میگه. اینم ماجرای این برنامه تلویزیونیه. چرا برنامه تلویزیونی وقتی من میام عکس میذارم، عکسی به این خوشگلی ماشاءالله گذاشتن، نگاه کن اینو گذاشتم که مال چند سال جوانتر بودم، طرف میگه نه آقا ما میخوایم خودتو ببینیم، انگار که اومده خواستگاری، مثلا ما به جای خواهرمون مادر بزرگو گفتیم باشیم، گفت نه 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 شما کلک زدی. آقا والا بلا این خود ما بوده، یکیش 3-4 سال پیش بوده، یکیش هم 5-6-7-8 سال پیش بوده. چرا میگه من میخوام تو رو ببینم؟ میخواد ببینه آقا تو این چشم، میدونید که چشم میگن دریچه روحه، یعنی شما از توی چشم روح رو میبینی. چرا طرف وقتی میاد برنامه میذاره عینک دودی میزنه، نمیخواد شما ببینید؟ یا بعضیا از حرکات دست میفهمن که این داره دروغ میگه یا راست میگه. اینا اونایی که یه کلاسای مخصوصی رفتن میتونن تشخیص بدن. مثلا الان سوربی اگه آب خور میگه دروغ گفت تشنه شد. فیلم جادجودی رو نگاه کنید، اونم این کارا رو میکنه، میگه شما وقتی نگاهی این ور اون ور میکنی، من که اینجا هستم، میگه دنبال یه هستی که داستان بسازی و دروغ میگی، نمیخوای تو چشم من نگاه کنی. اینم از این. خب آقای وفا نیکفر میگه من اسپانسر زن بودم، ادمین زن میگه 1 ریال هم نداده، خدا را شکر مشغول کاره، وگرنه 50 تا بچه داشت. منظورتون کیه قربون؟ آقای جیمی مهر. توی این برنامه ها به دوستان گفتم چون من نگاه این بر میکنم عکس خودم رو پیدا کنم، نگاه اون بر میکنم سم چی گفته، نگاه اون بر میکنم آقای مانی خورسندی چی گفته و اینها. شما وقتی یه چیزی رو الان میشنوی، الان جواب میدی، من 3 دقیقه دیگه 4 تا چی دیگه گفتم. شما بنویس مثلا درباره ترامپ، چه بهتر که اگه بیکار بود مثلا میگم اینجوری، آقا یه کلمه وقت من نمیخواد 10 تا کلمه توضیح بدم که نفهمیدم. توضیح بدید، باز باشید، نترسید، ما همه با هم هستیم، نترسید. یک کسی اسمش الان یادم رفته، something دوستی، مازیار دوستی، یه هم چیزی، بعد بهش گفتم خب آقا شما که اینقدر قشنگ می‌نویسی اینا، عکس خودتو بذار. بالاخره سمم عکس خودشو گذاشت، میگه که من ترجیح میدم عکس اونایی رو بذارم که در دنیا، در زندگی، در جامعه
به نفع بشر کاری انجام دادم. آقا عزیز من، اون شما درست میگی، ولی پروفایل یا این پرونده شخصی شما فیسبوک وقتی اینو به شما داده گفته آقای سعید جان عکس خودتو بذار، بچه خوزستان ماشاءالله خون تو رگاشه، اونورم عکس ناصر ملک مطیعی بذار، ولی شما عکس ناصر ملک مطیعی رو نذار برای خودت، عکس برگ. دیروز آمریکایی هم میگفتن که آقا طرف چرا عکس پرنده میذاره، باورتون میشه؟ ما آمریکایی هم خراب کردیم، کارمون خیلی خرابه. خب فکر کنم منظورش اون خانم بود که 13 تا بچه داشت. آها خیلی ممنون. اون خانمه انقدر خانم خوبیه این بچه ها رو اداپت کرده یا سرپرستیشون رو قبول کرده، و وقتی شما اداپت میکنی میری فامیل خودت هم میذاری رو اونا، یعنی بعد که میمیری اونا ارث میبرن. این کار اون خانم هنرپیشه کیه؟ جولی سامتی لباش اینجوری و یه قطره خونش رو داده بود به اون شوهر اولش. اینا هم اینقدر شوهر میکنن شماره رو باید شماره بزنید. نه آقای سوربی، اگه اینجوری باشه یعنی این که همیشگی برنامه رادیویی خوش نمیاد گوش بده، برنامه شما رو تلویزیونی میخوام ببینم چون که شما رو دوست دارن. خیلی ممنون خانم. اگه ما رو دوست داشتن، میگه که بابا دوستی فقط به گفتن که نیست که، باید با قلمی، با عملی، با درهمی یا درمی، هیچی، همین دوستی خشک خالی فایده نداره. دوستان عزیز، حالا که آقای فرهنگ حمیدم اینجا هست، ما از خورسندی ایراد گرفتیم، از ایشون هم ایراد بگیریم. آقای حمید، فرهنگ حمید، یه دوستیه که هم برنامه سازه هم تلویزیون دار بوده، بعدن عاقل شد دیگه تلویزیون رو گذاشت کنار. من بارها بهش گفتم آقا برنامه تو که درست میکنی یا داری یا بیا درست کن بفرست اینجا نشون بدیم ما هم. نمیکنن، نمیدونم چرا، گاهی وقتا میترسن مثلا فلانی توی مهمونی ببینتش بگه آقا رفتی تو تلویزیون سوربی، بگو نه احمق، تلویزیون مردمه و منم جزوی از مردمم، اونجا سوربی هم برنامه داره. در صورت خیلی ممنونم. من یک بار این آقای فرهنگ حمید رو ملاقات کردم، اونم در، یادت میاد کی بود؟ در مراسم یاد بود یا ختم یه آدمی بود که اگه سرتو میچرخوندی این ور طرف میگو آدم بسیار خوبی بود، سرتو میچرخوندی اون ور طرف میگو آقا یک بیناموسی بود، ایرانی ها رو لو میداد فلان اینا. خیلی ها یه آدم بود، یه آدم مرده بود، ولی تو اون مجلس من دیدم عجب تناقضی هست. اگه گفتی کجا بودیم آقای فرهنگ حمید؟ بگنم خونه آقای شهبد نوری بودیم، درسته؟ شما مموری یادت هست یا نه؟ و اون موقع هم یک جریانی بود، یک پسر ایرانی یک دختر همسایه‌ای رو کشته بود و تو کمد گذاشته بود و اینها، بعد فکر کنم فعالیت کردن آزادش کردن، بعد دوباره اینا داستانایی که شما میتونید بگید اینا داستان مردمه، ولی من و شما دیگه عاقل‌تر از اون هستیم که بیام جنبش سوربی درست کنیم و بخوام ایران رو آزاد کنیم. آقا من اگر ترسو نبودم که ایران مونده بودم، دو تا بچه آخوند، دو تا آخوندی که فامیلمون بودن اینا رو سر به نیست میکردم. پس ما ترس خودمون رو قبول کردیم و با فرار از ایران یا با مهاجرت از ایران ترس خودمون رو به دیگران هم نشون دادیم. آقا خانم، ماها یه سری آدمای ترسو هستیم، ولی یادتون باشه آدمای ترسو آدمایی هستن که درست فکر میکنن، آدمای محتاطی هستن، نه محتاط، محتاطی هستن، هم داخل اون محتاط هم داریم، احتیاط میکنن. شما میترسی که سر این پیچ یه آهو بیا، یواش میری. دیشب سه تا آهو تو این خیابون پشتی قد جوون خوشگل از این بمبی میگن بهشون بمبی وایستده بودن، من گفتم نکنه حالا ماشینای دیگه چهار راهنما زدم که نیان اونا، چون شما وقتی میای این بیچاره ها نور که میبینن فریز میشن، خشکشون میزنه وای میسن، بعد بعضی هاشون میپرن، یه دفعه جمپ میکنه کنار خیابون وایستده 6 فوت 7 فوت میاد تو شیشه. اینجا داشتیم خانمه ولوو که یکی از ماشینای خیلی امن هست داشته رانندگی میکرد تو گریت فالز، آهو اومده رفته تو شیشه‌اش، خانمه مرده.
کشته شد بمانه. درود بر تو سربی عزیز، دوست همیشگی من. اینو داشتم میگفتم، من ایشون یک بار دیدم، شاید تو اون جمعیت 200 نفری 150 نفری که اونجا بودن نیم ساعت هم نتونستیم با هم صحبت کنیم، ولی با شناختی که از ایشون از قبل داشتم و بعد در رابطه با برنامه‌های دیگه که از بعد داشتیم، میبینم که یه آدمیه که میشه بهش گفت آدم. این همین میگن ملا شدن چه آسون، آدم بودن یا آدم شدن چه مشکل. اینه در صورت من خیلی خوشحالم که شما بیننده برنامه ما هستید یا با ما هستید. خوشحالتر میشم اگه شما بتونید یه برنامه‌ای حتی 5 دقیقه روزی، 5 دقیقه دو روزی، 10 دقیقه 5 دقیقه بشین با مردم صحبت کن، جریان‌ها رو توضیح بدین. یادم وقت شما تلویزیون رو فروختی رفتی، اون دوستمون چی بود، روزنامه‌نگارم بود، آمده بود و آقای همایون شاعرم هست و نه اون همایون، همایون یه چیز دیگه. خلاصه اون میگفت که آقای حمید عاقل شد، انداخت به ما و رفت. من باهاش تماس گرفتم، گفتم آقا این کلمه انداخت به ما و رفت چیز غلطیه، یعنی تو مغز مردم این شبهه رو به وجود میاره که ایشون به شما کلک زده. شما وقتی اینو خریدی یا گرفتی یا take over the payment با آگاهی کامل گرفتی دیگه؟ گفت بله. گفتم بگو که عاقل شد از این بیزنس رفت بیرون، اینجوری بهتر. من برنامه شما را میبینم، امیدوار میشم. تلویزیون شهرام همایون را میبرم، میبینم بیوطن میشم. نه اتفاقا اونجا شما بیوطن ها را میبینی. شما اگه خیلی هم بیوطن باشی باز وطن پرست میشی. برنامه شهرام همایون که مثل که دوباره یه سکته کرده که من برای این دوستمون نوشتم، در هر دو صورت به نفع چه سالم بیاد بیرون چی شما میتونید پول جمع کنین بابتش. الانم به قول شیرازی ها از سم به ته دیگ خورده. شیرازی ها به کفگیر میگن از سم، کلمه درستش حسوم هست. برید تو فرهنگ لغت نگاه کنید ببینید اینا کفگیرشون به ته دیگ خورده، یه سری مردن. اون روز آقای سیاوش آذری دیدم برنامه گذاشته بود، بنده خدا اولا حموم نرفته بود، موهاش چرب بود، بعد این دستش، حالا اون آقای مانوی خدابخشیان هی گفتیم بابا دیگه شما برید رادیو وقتی دستت اینجوریه، مثلا چشت مرض خون گرفتی اینجوریه، خب برید رادیو برای همیه، یه عکس بچگیاتونو بذارید، خوشگل، ایرانیان که همه بچه بازن، بشینید تو رادیو صحبت کن. آقای سیاوش آذری خب ایشون اون صدایی که داشت، اون برنامه‌ای که داشت، حالا اون رابطه‌ای هم که داشت تو دربار می‌رفت و فلان اینا، من ایشون هم دو بار سه بار ملاقات کردم. منزل آقای کشاورزی ها بوده، کباب بازار با آقای ارمشیوان کنگرلو بوده، جای دیگه بوده دیدمش. اینها خب اینا گوینده بودن، مثل میبودی. حالا میبودی اگر تونسته راهش رو ادامه بده از این اون پول بگیره، برای که هیچ وقت خط خودش رو نشون نداده، همینجور مثل برق مستقیم اینجوری رفته. آقای سیاوش آذری الان دیگه تو این سن و سال اومده، یه تلفنی گذاشته جلوش و هی تلفنه رو اینجوری اینجوری میکنه و حالا داره حرف میزنه، سلام حسن جون، سلام حسن جون، سلام. بعد اصلا یادش میره چی داشته میگفته. آقا نکنید، به خودتون احترام بذارید. یه دوستی گفت که سربی شما هم که آنو آف میای، یعنی شل کن صف کن، میای نمیای. نوشتم برای شعر خوبه، چون پیر شدی حافظم میکده بیرون شد. براش نوشتم چون پیر شدی سربی از میکده خارج شد یا از میکده بیرون شد. این فیلم ساینفیلد در اوج محبوبیت، گفت ما دیگه نمیخوایم. گفتن آقا چرا شما اینقدر بیننده داری؟ گفت ببین ما نمیخوایم وایسیم تا اون NBC یا هر تلویزیونی بود ما رو قطع کنه. اینا وای میسن تا روزی که میخواد تابوت بیاد در خونهشون. خب مثلا آقای مانوکی خدا بخشیان، شما این همه دروغ گفتی، یه مشت جوان بیچارهی رو هم به وجه آوردی. تفاوت شما با خمینی و آخوندا که این جوونا رو به وجه می‌بردن با کلید پلاستیکی می‌فسادن رومین چیه؟ با اینکه شما اینا رو چی حالا دیگه دوباره هفتم اکتبر داره میاد، روز کوروش. خب روز کوروش رو وصلش می‌کنیم به کونه، ببخشید، به تولد رضا شاه و نمی‌دونم تولد محمد رضا پهلوی. و برید بگیرید ببینید چه کار کردیم. آقای همایون هم باد میندازه در قبقب، من اولین کسی بودم که مردم رو فرستادم پاسارگاد. آمریکایی میگه سو وات، خب حالا چی، چطور شد فرستادشون پاسارگاد؟ اونا هم قشنگ فهمیدن
دوربر پاسارگاد، فروشگاه، هتل، یعنی شما بیزینس اونا رو راه انداختی. چه کار کردین؟ خانم کیه این؟ اسمشم یادم رفته. دوست دختر 100 ساله نوری علا، آخون نوری علا. جنبش پاسارگاد، زنی که احمق عکسی رو گذاشته که فتوشاپ یه جوانی نشسته رو پله‌های پاسارگاد با شلوار جین پاش تو آبه. میگم خانم بنده با جنابم تو شیراز میگن همریش من اونجا کار میکنه، ازش پرسیدم آقا این سد سیوند اینجوری شده؟ میگه نه آقا، شما اگه میخوای خطری رو بهتون من بگم، خطر پالایشگاه و پتروشیمیه که این نادانها اومدن نزدیک تخت جمشید درست کردن. شما میدونید شیراز همش کوه و اینا. گفت اینا مواد شیمیایی که درست میشه میره هوا، باد نمیبرتش، همون بین کوها میمونه، بعد بارون که میزنه همه اینا میاد روی تخت جمشید و سنگهای تخت جمشید و نقش رستم و پاسارگاد و اینا رو داره از بین میبره. حالا خانم فلانی نشسته اینجا جنبش پاسارگاد. خب شکوه میرزادگی زن نوری علا. نه، نوری علا میگه این زن من نیست، خود شکوه هم میگه من زن این نیستم، برای که جارو باز میذارن که وقتی سالایانه میرن مریخ میرن مونیخ و میان اینجا و اینا بتونن با این و اون بپرن. اینا هنوز اون فکر نمیدونم کمونیستم والا اینجوری نبوده که من دیگه نمیدونم به کمونیستا بر نخوره. درستان میگینم محتاج خرد. بله سیامک ستوده هم خیلی میلرزه. من به آقای سیامک ستوده هم نوشتم آقا از این آخوندا یاد بگیرید. دیدید یه دست گلی میذاره اینجا، اون پشت گل معلوم نیست این پدر سگ الان لرزش گرفته. آخه شما چرا نمیفهمید؟ بعد آقایون خانما شما نگاه کنید، من اینجا تلپرامتر ندارم، آمدم از یک مانیتور استفاده میکنم به عنوان تلپرامتر، به عنوان فولدر، همه چی. فردا اگه دست من اینجوری شد، من اینو میارم جلوتر یا نه ببرم عقبتر، یادم رفت میارم عقبتر. کجاست؟ صدا میده؟ نمیدونم. خلاصه میتونیم اینو بیاریم بالا و پایین کنیم که این جلو دوربینو بگیره. شما سی ان ان دیدید؟ این خانمه شبا که میاد گاهی وقتی سینش پیدا میشه. بعضی وقتا زیر پوش که پوشیدن تو خونه خوبه، وقتی میان اینجوری نور میفته روشون، کورستشون سفیده یا از این سیلوراز نور میندازه، سینه هاشون پیدا میشه. سی ان ان میاد یه چیزی مینویسه، نوشته مینویسه، همین که این بیبانی معتاد نوشته میذاره اینجا. البته امروز اگه دقت کرده باشی من از اول برنامه اینم گذاشتم که بدون هیچی هست بیاد. بعد آقا اگه من دستم شروع کرد لرزیدن که اشکال، یعنی تقصیر من که نبوده. یک هنرپیشه هست شبا میاد با آقای جیمی کیمل برنامه میذاره، این کمدین پیر شده. جیمی کیمل آدم خوبیه، شما نگاه کنید حتی اون گیلیمور چی مرده گلرمو، این داره معروف میشه از سر این. کاش که ما رفته بودیم والا شاگرد یکی از این آمریکایی‌ها شده بودیم. من احمق بارها داشتم از این پیشنهادا که آقا بیا اینجا کار کن، بیا اونجا کار کن، گفتیم نه، فکر کردیم ایرانی‌ها بالاخره. خب این مرده دستش میلرزه، ولی برنامه‌هاشو نگاه کنید، اولا همه معمولا دستشو میگیره سعی میکنه، با همه اینا بازم معلوم میشه. خب اون میاد شو اجرا میکنه، کمدینه. ولی شما آقای مانو خدا بخشیان که 40 سال، خدا بیامرز مرد دیگه، حالا جمعه ما داریم نمیدونم با جهنم صحبت کنیم. الو جهنم، آقای مانو خدا بخشیان اونجا نیستن؟ کجا هستن؟ تو برزخن؟ آها تو چیزن بهشتن؟ حالا تو بهشت با کیا هستن؟ با این پاپای مسیحی‌ها، با این آخوندهای اسلامی، با اون خاخام کلیمیان؟ خب پس همون وز کن به جهنم، من با جهنمی ها صحبت کن. این اون یکی فولادون میمد ما اگه مش نکنیم، این مرد خپل کتوله انقدی، شما میگین خپل، خپل کتوله های چاق رو میگن خپل، همون کلمه کپل فکر کن. فیلم توپولی همایون یادتونه؟ عجب فیلمی بود. اون خانمه هم نمیدونم زری خوشکام بود، زری خوشمزه بود، چی بود؟ همین خلاصه ما هم جوان بودیم. خب
بله آقای سیامک ستوده. آقای زمانیان، از سیامک ستوده سوال کن، اولین کسی که به شما اجازه داد بیاید تو تلویزیون کی بود؟ کتابی نوشته بود به نام اسلام و سکس، هیچ تلویزیونی جرأت نکرد به این میکروفون بده. من یه آقا مرتضایی هست توی مریلند به من تماس گرفت، گفت یه آقای اینجوری نگفتم بیاد، آوردیمش تو برنامه و اینها، چند تا کتاب آورده بود، ما فکر کردیم حالا اینا رو امضا میکنه به من و اینو اون میده. این خسرو رنجبک الان تو رادیو پراگ و اینا هست، گفت سوال من این کتاب ایشونو میخوام. گفتم آقا سیامک یه کتاب بدید به ایشون. گفت 15 دلار. آخه شما ببین اینجوریه که امروز منتظر خرج خونشه، و الا تو کانادایی که بیمه مجانیه، تو کانادایی که سوشال هلپ میگیرن، تو کانادایی که ایشون رهبر جنبشه، چرا محتاجه؟ هیچ وقت شما شنیده بودی که خمینی نامه بنویسه من محتاجم مردم بیان به من پول بدی؟ نه، برای که حامیاشو میشناخت. فلان بازاری 40 میلیون فرانک، آقای بنی‌صدر به من گفته، بارها هم گفتم، نمیدونم یا چیت فروش یا چای فروش، یه چیزی اینجوری بود، گویا خمینی هم اعدامش کرده، اینجوری بوده. پاسارگادی، بله، میگه نه مانوک رفته لباس شیک پاسارگادی تنش کنه، پاسارگادی بشه. خیلی ممنون دوستان عزیز، اجازه بدید ما از 75 دقیقه هم گذشت، برای شما بهترین ها رو آرزو کنیم، یا بریم تا 90 دقیقه. دوستان میگن آقا تو هم اینقدر خون به دل ما میکنی. یا خب بچه که بودیم، جوان که بودیم، مثلا یه خوراک که جلو میذاشتن، حالا یا با قاشق چنگال یا با دست و اینا، هی اینه میکردیم، پوستشو میکردیم اینا، مادرمون میگفت که شما تا خوراک رو حروم نکنی نمیخوری. حالا ما حروم فکر میکردیم منظورش از لحاظ دینی و اینها، دیدید میگفت مثلا فلان چی ریختنش دور، حرام شد دیگه، یعنی از بین رفت، تلف شد، و اون منظورش این بود که شما اینو خراب میکنی. حالا ما هم این برنامه که به شما میخوام 90 دقیقه با شما باشیم، حرومش تا نکنیم نمیذاریم از گلوی شما پایین بره. دوستان حمایت فراموش نشه، شما میتونید به هر وسیله‌ای که میخواین حمایت کنید، وسترن یونیون، مانیگرام، کش و پیپال و فیسبوک و گوگل و اینها هم اومدن جزو این. و اما یه مقاله ای رو من امروز دیدم، بذارید بخونم ببینم ارزش خوندن داره یا نه. اینو خبرنامه گویا نوشته بود که خدا حافظ به پلیس بد و سلام به پلیس خوب. نه اینکه فکر کنید با آنها که متفاوت از ما میاندیشند مشکلی داریم، نه اصلا اینطور نیست، انسانیم و اشتباه و جبران، اما تأمل زیباترین کاری است که از انسان ساخته است. زخمه های شنیدنی، اینکه چه شد و چه خواهد شد، غنیمت لحظه ای است که نگاه خیره هستی بر ما چشم میپوشاند. نگاه کنید دوستان، تا حالاش کاسه شعر مزخرف، آقا یه جمله دو جمله بنویسید خلاصه کنید برید، چی آنه میخواد بگه؟ پلیس جدید، دیگر پلیسی با نام و یونیفرم ایالات متحده آمریکا وجود ندارد و نخواهد داشت. آمریکا یا ملت آمریکا افسار سیاست کشور را به دست گرفتند و جورج بوش پسر آخرین رئیس جمهور آمریکا بود که با چکمه سخن میگفت. چی؟ ملت آمریکا افسار سیاست کشور را به دست گرفتن؟ این مقاله رو کی نوشته این مزخرفاتو؟ همین هفته پیش یک خانم سیاه‌پوست بیچاره 28 ساله میره خونه بچه داداشش یا بچه خواهر، میره خونه مادرش، بچه خواهرش بچه داداشش اونجا بوده، اینا به دوتاش میگن نیس یا نفیو، میشینن بازی میکنن، همسایه نگاه میکنه میبینه در خونه اینا بازه، نگران میشه، مثل سوربی نیست که اگه استیو در خونش بازه بره اون و فضولی کنه، بره تو گاراژ بزنه بپره. که در به من استیو گفت تو چجوری این در گاراژ ما رو میبندی که این سنسور بایپاس میشه؟ گفتم بیا نشونت میدم، خودم آماده میکنم، این دکمه رو میزنم بعد میپرم از این. ما یه سگ داشتیم 800 دلار خرج کرده بودیم براش، اینویزیبل فنس درست کردیم، اون سگه از من باهوشتر بود،
یه دو بار دید که وقتی میره نزدیک بوق میزنه و اینها، یه بار پرید دید وقتی میپره اون جریان برق با این بوبینی که تو مغز تو اینجاش گذاشته بودن تو گردنش کاری نمیکنه و این جونور میپرید. دیگه همسایه ها یاد گرفته بودن، هم میبردن این آقا اسپارکی رو میآوردن، میگفتن آقا این اسپارکی تو دو تا کوچه اون برتر بوده و فلان. حالا داشتم چی میگفتم یادم نمیاد. اما این خانم بیچاره، خب ببینید شما خاله هستی یا عمه هستی، 28 سالته، اونم 8 سالشه، 20 سال اختلاف داری، میای اینجا خوشحال بازی نشستن بازی گیم مشغول شدن، یادشون رفته در ببندن. همسایه‌شون که آدم خوبی بوده، که حالا چه احساس بدی اون بیچاره میکنه، زنگ میزنه به پلیس که آقا این خونه معمولا درش بسته است و امروز بازه، من نگرانم. احمق مردکه پلیس میاد اونجا، اونم یه جوونی که 2 ساله رفته تو اداره پلیس، صدا میزنه از پشت پنجره و اینها، دستا بالا، بدونی که بگی من پلیسم، بدونی که اسمشونو ببره، خانم فلانی، آقای فلانی. خب یکی بیاد اینجا باید بفهمه که این خونه سربیه، بعد بگی من پلیسم، من پلیس فیرفکسم، پلیس نمیدونم مکلینم، پلیس فور استیت هستم، اف بی آی هستم. چراغو میندازه تو این خانومه داشته بازی میکرده. شما وقتی با گیم بازی میکنی چیکار میکنی؟ تق 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 میکنی. دو تا تیر زده کشتتش. آقا زبلم بوده، قبل از اینکه اخراجش کنن رفته استعفا داده، ولی یقشو گرفتن گفتن آقا اینجوری که دیگه نمیشه بابا، ما شنیده بودیم غرب وحشی وحشی وحشی، ولی دیگه تا این حد وحشی؟ آمریکا مردمش افسار سیاست کشور رو به دست گرفتن. این مردک دیوانه شما ببینید داره چه کار میکنه، غیر قانونی داره چه ظلمایی میکنه. آقا شما میگی از زمان جورج بوش دیگه تموم شد، مزخرف چی نوشتی آقا، بدمون کن، ارزش خوندن نداره. خب و اما بریم یورو نیوز و اینجوری تو صفحه بهتون نشون بدم که ببینید شما کجا هستین. یک لحظه کپچه 3 4 بله اینو با هم میخونیم و ببینیم اینا چی میگن. میگه که تحولات سوریه، درخواست رئیس شورای اروپا برای عقب نشینی فوری ترکیه. رجب طیب اردوغان میگوید که منطقه امنیتی مد نظر ترکیه برای پاکسازی از نیروهای شبه نظامی کرد تا وسعت 440 کیلومتری در طول مرز کشورش با سوریه گسترش خواهد داشت. این هم از این. و اما رسانه ژاپنی نوشته توکیو نیروی دفاعی خود را به تنگه هرمز می‌فرستد. آقای بازرگان وقتی که صادق خلخالی یه چیزی دربارش گفته بود، گفته بود تو مجلس کسی که به ما نریده بود کلاغ کون دریده بود. حالا دیگه ژاپن هم بعد از اسرائیل و کشورهای دیگه اونم رفت، روسیه هم مثل که گفت میخواد بیاد اونجا. چه آش شله قلمکاری میشه این چیز خلیج فارس. بله عفو بین المللی گفت ترکیه در حمله به سوریه مرتکب جنایات جنگی شده است. اون وقت این مردی که اینجا یه نامه ای دوستان برداشت نوشت که میگن این نامه رو بچه های کلاس پنجمی هم نمینویسن، don't be fool و الا میام فلانت میکنم، تهدید بچه های حالا بگم کلاس چهارم. میگه شهناز تهرانی با توپولی همایون در فیلم بود، مطمئنی؟ جون طلب کن آقای سوربی. نه آقا ما میدونیم شما پول نمیدی، جون میدی، این چه حرفیه؟ جونم رو بخوای قابل نداره. اولا برای جونتون ارزش قائل باشید، خیلی هم قابل داره. دوما اگر دلتون خواست روی صفحه مردم تیوی این ور اون ورش، وقت اگه زدید نوشته مردم تیوی سکیور نیست، شما اون اس رو از HTTP بردارید، اگه بلد نیستید بردارید کلن بنویسید خودتون www.mardomtv.com، اونجوری صفحه باز میشه. دو تا، یکی به ایرانی یکی به انگلیسی، این ور نوشته دونیشن یا دونیت، این ور نوشته همیاری. خوشحال میشیم و ممنون میشیم و پولار هم به سلامتی شما آبجو میخوام. و آقای شانچه بود که اعدام شد، من متوجه نمیشم آقای شانچه کیه،
بله اون پس یکی بود زری خوشکام، شاید با ناصر ملک متعی میدنمش یا با اون یکی منوچهر وسوق، هرچی بود این خانم رو مثل قالی کرمان مینداختن. نه چرا بگیم قالی کرمان، قالی کرمان آهسته روش را میرفتن، این قالی رو مثل دوشکای ابری از بچه ها میرن روش میپرن مینداختن و حسابی روش سوار میشدن. موقع ماشاءالله هیکلی داشت، ما هم که همینجام. تعرفه 7.5 میلیارد دلاری آمریکا بر کالاهای اروپایی از ایرباس تا شراب. نگران نباشید، اونم تا یه چیزی به دختر و پسرش بده اونو برمیداره. الان مال چین رو دیدید اینقدر سر صدا کرد، آخرم گفت حالا نه بعدم. و اما هشدار یونکر در مورد احتمال رد توافق جدید برگزیت در پارلمان بریتانیا، اونجا چه گندی شده. اصلا یک کشور آروم شما به من بگید کجاست تا بریم اونجا بریم خرابش کنیم. مردان مسلح پسر الچاپو قاچاقچی مشهور را فراری دادن. اصلا جای تعجب نیست با این سیستم پلیس و محافظت و اینها. همین که خود الچاپو هنوز زندانه من تعجب میکنم. الچاپو که میدونید کسی بود که تونل زده بودن برش اون زیر یه قطار کوچولو درست کرده بودن، موتورگازی گذاشته بودن، سوار شده بود رفته بود. برید نگاه کن. و اما میگه I remember فرهنگ امید The first Iranian TV. نه ما از فرهنگ امید صحبت نکردیم. TV program which had investigated reporter he catch Iranian cheater in action. نه ببین این حمید فرهنگه. حالا اگه یکی هم بوده فرهنگ امید من نمیدونم، اگه اشتباه نکنم آقای فرهنگ حمیدم کلیمی هستن، درست میگم آقای حمید؟ و جالبه اسمشون حمیده، این که خیلی مسلمانیه. گرچه این اسمایی که از دینهای سامی و اینها بوده و میگذشته، مثلا خود محمد خب آقا کلیمی بوده. حالا طرف میگه نه آقا دیگه اسم محمد نگین مسلمونه، آقا نمیدونم ابو طالب فلان بیسار، اینا همشون دینایی بودن که اونجا بودن، اگه دینی بوده، اگرم نبودن اسمای تاریخی بودن، اسمایی بودن که تو اون تاریخ ازش استفاده میشده. دوستان گفتنی خیلی زیاده. چی میگو گفتنی خیلی زیاده؟ قدر نمیدونم چی یا اون که آقای قنبری فکر کنم میگه گفتنی ها کم نیست، من تو کم گفتیم، من تو کم خواندیم، من تو کم حمایت کردیم. حمایت از تلویزیون مردم فراموش نکنید. سعی میکنم، قول نمیدم دوشنبه با شما باشم و خانم بهیه جیلانی هم گفتن شاید با ما باشن. 50-50 جوک شنیدی؟ طرف گفت آقا من میخوام برم خواستگاری دختر شاه. گفت آخه بدبخت، شاه میاد دخترش به تو میده. گفت آقا اینقدر ناامید نباش، 50% کار درسته. گفت یعنی چی 50% درسته؟ گفت خب 50% منم، من که موافقم، ما حالا 50% دیگه، 50% برنامه دوشنبه اونی که خانم جیلانی نوشتن که با ما خواهند بود. خیلی ممنون حمید فرهنگ. اگه شما منظورتون همون بوده، my mistake یا my bad به قول اینها. بله یکی دیگه هم بود، آقای چرازنین بهش میگفتن، محسن. برنامه‌ش هم من اینجا چند بار گذاشتم، اونم همین کارو میکرد، میرفت به اصطلاح. ولی اینایی که این کارو میکنن جامعه ما متاسفانه ازشون حمایت نمیکنه. اینا که اینوستیگیتور ریپورتر هستن، یعنی گزارشگرایی که میرن محققن تحقیق میکنن، جامعه ازشون حمایت نمیکنه. و اینا میفهمن که بیان. یادم چند سال پیش یکی به آقای مختار گفت بود آقا شما که اینقدر خوراک و اینا دوست داری یه برنامه بذار، رستوران ها که میری راجع به خوراک هاشون بنویس. که آقا پوس موز زیر پای من ننداز. همین تقی مختار خودمون. و اینجا میدونه اگه رفت گفت آقا کباب فلانی بهتر از اونه، اون یکی آگهیش قطع میکنه. روز روزگار بر شما خوش. به همین دلیل هست که تلویزیون ایرانی هر روز کمتر و کمتر برنامه آگهی دارن. و 26 آقای اندی و مکس امینی در کالیفرنیا برنامه دارن. اجازه بدید من این را هم براتون پخش کنم و بعد ازتون خداحافظی کنم. بذارید ببینیم صدای این بازه، این صدا هنوز هیچ که پیدا نشد بگه چرا وقتی اسپیکر رو روشن میکنیم اون صدای ترق، یعنی یه تخلیه الکتریسیتی توش هست.
همین جوره که شما وقتی چراغ برق رو خاموش میکنید یه تخلیه الکتریسیتی میشه. اون وقتا میدونستم، تحقیق میکردم، الان تنبل شده. خب آقای مکس امینی و آقای اندی خواننده خون هر دوشون تریملنگ ورلد. سب کن آقای تریملنگ ورلد، سب کن بابا جون. در کجا هستم؟ در کالیفرنیای زیبا. من و شما قجی قجی قصه، شما میگید قجی قجی قصه یعنی دلت بسوزه که اونجا نیستیم. خب دوستان از اینکه با ما بودید کمال تشکر و امتنان و به زبان خودمونی ممنونم. آقای مانی خورسندی نوشته روزگار خوش، من هم برای شما و دیگران روزگاری خوش و فردایی بهتر آرزو میکنم با امید دیدار شما دوستان. Streamline World and Parish Entertainment proudly present شنبه 26 اکتبر سگرسوم سنتر فور دی آرتس اورنج کانتی، برای اولین بار با دو چهره استثنایی هنر ایران اندی. داشتنت نباشه حسنم، چشم به راه تو میمونم با دلی پر از صدا و غرمت. اگه با عشقای گرمم مکس امی شنبه 26 اکتبر، شنبه پرهیجان، fun, entertaining, music and comedy at the most prestigious concert hall in Orange County. Andy و Max and me در کنار هم و فقط یک شب.